رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی، حکم دادگاه مرکزی تحقیق در اسپانیا در باره قبول شکایت مجاهدین اشرف را نقطه عطفی در تاریخچه سرکوب و ستم علیه ساکنان اشرف خواند و به دولت کنونی عراق هشدار داد اکنون زمان حسابرسی بین المللی فرا رسیده و عدالت جهانی دیدگان خود را بر روی بقای اشرف و جنایت علیه بشریت بازگشوده است. دیگر نمیتوان با فرمان و دستور ملایان پلید حاکم بر ایران در اشرف تیغ و تبر به کار گرفت و با خودروهای زرهی از روی بدنهای مجاهدین بی‌دریغ عبور کرد. خانم رجوی اخطار کرد هر گونه حمله و تعرض به ساکنان اشرف و هر گونه اقدام غیرقانونی و نقض حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی اکنون در عرصه جهانی با واکنشی ده‌ها بار بیش از گذشته روبرو خواهد شد و همچنان که رهبر مقاومت گفته است مجاهدان اشرف به هیچ قیمتی از حقوق قانونی خود دست بر نخواهند داشت و تا پای جان بر احقاق حقوق قانونی خود طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی و قطعنامه 24 آوریل پارلمان اروپا ایستادند. رمز آزادی و استقلال دولت عراق در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در این است که به فشارها و توطئه‌های این رژیم تن ندهد و از جنایت و محاصره ساکنان اشرف و هر گونه خوشخدمتی برای راضی کردن خامنه‌ای و گماشتش دست بردارد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خاطر نشان کرد از این پس دولت عراق هر ادعا و اتهامی علیه مجاهدین را همچنان که مسعود گفته است می تواند به دادگاه بین المللی بیاورد و قضاوت را به این دادگاه بسپارد. در غیر این صورت به روشنی پیداست که سیل لجن پراکنی و اتهام صرفاً بازتاب ترس و وحشتی است که سرتاپای رژیم آخوندی را در بحبوحه قیام مردم ایران نسبت به مجاهدان اشرف در نوردیده.